کلتون بیاین غذا آماده شده. تشویش نکن، تشویش نکن. بفرما عمر جان. البته بچیم. پدر، من نمیفهمم که چرا زد میکنی. مجبور نیستی که بفهمی. من هیچ وقت دختر خدا با او بچه نمیتونم. چرا پدر؟ بسیار محترم و یک شخص خوب است. من همراهش ملاقات کردم. تو همراه ما چرا جنجال میکنی؟ هر وقت که اولاد از تو بود با تصمیم تو گرفتم میتونی بچه. ما مخ گبزدنه دار میانی؟ نه پدر، ما حکمت دوست دارم. چی شما بخواین چی نخواین ما دوستش دارم. اگه شما اجازه بتینم عروسی میکنیم، اگه اجازه نتینم. گونول، همراه یک بیگانه کهش ندیدی چطور میتونی عروسی کنی؟ گب خوبی زدین پدر، ای خوبی از او نمیبینه. گونول، تو لطفاً به خود نگی. ای بیچاره خود دیگه چاره هم نداره پدر. شما دو تام پیر شدین. ما هم خوبی از او دایی کشور نمیباشم. با اینکه ای دختر از زندگی خود لذت ببره، چرا مانع خوشیشان میشین؟ او سگ دختر مرا به خاطر پولم دوست داره. کسی با ما یاد نته که چی کنم. نمیفهمم احمق از کجا آمده، از کجا پیدا شده. اینو از شما پول نخواستن پدر، فقط میخواین اجازه بتینشون. ما هیچ کاری نمیکنم. مادر، شما چرا مثل همیشه چوب میشینی؟ چرا چیزی نمیگین؟ او چی وقت گپای ما شنیده؟ کالا بشنه بچیم، تو خو میفهمی. پس حال وقتش رسیده که ما گپ او رو نشنویم مادر. میکنی؟ بله، یک کمه اعصابم خراب شد. تشکر بسیار زیاد. خوب است که تو هستی، حداقل یک پشتوانه دارم. قربان، جیم آمده. بگو بیایا. بفرماین. بیا جیم جان، بیا. پرونده را که گفته بودین. میخوایم بفهمم کی کاره کی کده میتانه. آقا، فقط دو نفر هستن، هر دوشون تحت فرمان هستن. نه، ایتو نمیشه جیم. پیام ما باید بسیار بزرگ باشه. تو خود در ساختمان داخل شو و سر شلیک کو تا بفهمن که چقدر افراد مهم تحت فرمان ما قرار دارد. جیم آقا، نقشه ما قسم نبود، اما این نقشه را خود تو جور نمیکنی. نقشه را من میسازم و تو تطبیق میکنی. بیا از او مردنی هستی. به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنی، تو را در یک جای امن روان میکنم و هوام به قسم یک قهرمان.
تا وقتی که ما به قدرت میرسیم جیم جان. هر قسمه که شما مناسب ببینین آقا. در یک کشور اگر یک وکیل مدافع یک جنایت سیاسی را مرتکب شود، به این معنی است که دولت او کشور در هیچ جای هرگز عدالت کردن نمیتونه. قسمی که میگن پس مردم کشور چی کنن؟ در دست خود سلاح را گرفته در سرکا براین؟ نه نه، یه بار قسم یک کار نخواد شد. ما هم سلاح داریم و هم افراد. با دیگه مردم هیچ ضرور نیست. اونا همی که رأی خدا بتن کفایت میکنه. بیا. آقا از تشکیلات زنگ آمده بود. آقا اونی انتخاب نشده. نه چطور امکان داره؟ کسی شده که ما با او ارتباطی نداریم آقا. نه نفر اسکندر است چطور؟ نظر به معلومات ما او نفر هیچ کسی نیست. حالا هر کسی میخواه که قدرت خدا نشون بده بسیار کار بد شد. کدام خبری است بهلود؟ بله یکان چیزا رو فهمیدم. میتونی برای ما مشخص بسازی که به شماره امروز کی ها زنگ زده؟ بله میتونم. بیرون منتظر می باشم. هر مشکلی که پیش آمد شما حتما درگیر شوین، از جانتان تیر شوین، اما هر قسم که میشه ما او مالا می خواهیم. تو خود نمی چتن دیگه. چتن نگو، چتن نگو. نه مقابل تو یک رئیس است. تو مسئول انتقالات نیستی، مستم. و دیگه یکی وظیفه تو ای است که با دستورات عمل کنی. حالا دیگه زود باش. سلایتون رو بندازین، تکان نخوره.
رئیس مورو نیست. او احمق که اینجا می آیا. با یسیدا چی کنیم رئیس؟ از بین ببرین و افراد شده یکان جایی دفن کنین. عملیات خلاص شد رئیس؟ بله خلاص شدن. هنوز خلاص نشده. هیچ کدامتان جایی نمیرین. چرا چی شده رئیس؟ مورو حال که نامد. مطمئن استم که هرگز اینجا نمی. موضوع مورو نیست. ای فقط یک تومه بود. ما از اداره میگیریم و از اینجا میریم. اینا بعدا کار خود انجام میتن. کارای چی رئیس؟ نمیفهمم ماموتی. صبر میکنیم و میبینیم. هر کشتی که اینجا میایه باید ما خبر شویم. کاشی رو میفهمیدیم که چی میایه و میره. ماموتی نقشه از اسکندر است. از بیرون کشور حتما به او چیزی میاد. اگه موضوع سلاح باشه سلاح خود ترکیان پیدا میشه. گفتم نه ماموتی که صبر میکنیم و میبینیم. کسی به نام جی بر تو زنگ زده میره. نفهمیدم رئیس. بعدا خودم زنگ میزنم. اگه کدام کار داری برو ماموتی. نه رئیس چی کار داشته میتونم. خوب است. چرا دانتون طرفه؟ مواز مانده نشونیدین که چی گفت. حالا زود شوین. بخیز بخیز لعنتی. ایره دهی چوکی بسته کنین. فردا صبح باز ادامه میدم. تمام شماره های دهی فهرسته هست. در مقابل شما نمایر کدامشان هست. ای خانم کی خود باشه؟ فکر میکنم دو سخترش باشه. میبینیم. بله بله. امروی کی هم کلام استم؟ بفرماین شما کی را کار داشتین؟ شماره شما را قنازم داد. خانم آیشه هستین نه؟ بله خودم استم. خانم آیشه شما فعلا چی کار میکنین؟ مدای طفل استم. محترم میشه که شما خودم معرفی کنین؟ من الیاس هستم. بچه مالی عثمان صاحب یک تفل شده. با او یک دایه ضرورت دارم. شما غیر از این کدام کار دیگه هم دارین یا نی؟ نی کدام کار دیگه ندارم. بسیار خوش شدم. ما براتون فردا 11 یا 12 بجه زنگ میزنم. درست هست؟ درست هست. اینه ای خانم دایه تفل است. با ما نشانه ای را پیدا کویل درست. آقا نازم از خانه به ما زنگ زدن که مادر مریض شده. اگه اجازتون باشه رفته خبرش را گرفته پس می آیم. بیادرزاده من اینجا است. او مواظب ای تفل می باشه. درست است. بله
بچه، خدمتکار میخواد تا خانه خود بره. زود باشین او را تعقیب کنین. نفهمه که شما او را تعقیب میکنین. باز با ما خبر بدین. خواهر، ما امرای تو، مادرت کدام کاری ندارم. البته در صورتی که با ما کمک کنی و نشانی او تفلکه با ما بگی. چی شده نازم؟ آقا، نفر تا تارغلو، یالچین بیلوت، حال در خانه دایی بچه است. او لعنتی بی از او باید دگیر تاتاراغلو می آمد. برش زنگ بزن، شاید که داود تاتاراغلو پشت صدای نواسش دق شده باشه. ما اسکندر کبیر هستم. این صدایی که میشنوی صدای نواسیت است، سلیمان. نواسی من به ته برم، باز هرچی که میخوایی برت میتون. بیا از او من هر چیزی که ازت بخوایم برم میتی آقا داود. اما به خاطر که همیشه به گپ ما گوش کنی، نواسیت باید در پیش ما باشه. و اگر افرادت کوشش کنند که مرا تعقیب کنند، باز دیگه هیچ وقت نواسیت نخواد دیدی. ما کسی را به تعقیب تو مقرر نکنیم. خیلی قسم کس به نفرت بیلوت بگو که او دایه را کشتن میتونه، به خاطر که دیگه به او ضرورت نیست. من نواسیت به یک پرورشگاه روان میکنم. و ای که در کجا باشه و با کدام نام زندگی کنه، ای را فقط ما خود فهمیدم آقا داود، دیگه کسی نه. ای کار هم به نواسیت خوب است و هم به ما و تو، و هم ای که امید یک جا موندن در شراکت ما را میده. فهمیده شد آقا داود؟ بله بلوت، پس بیا. آقا نشانی را پیدا کردم. گفتم که پس بیا. آقا داود، با ما اجازه بدین که نواسیتان را پس بیارم. بلوت، اسکندر فهمیده که تو در اونجا هستی. دیگه بفایده از تلاش نکن. پس بیا. آقا داود، گفتم که پس بیا، نفهمیده بلوت. عبدالله بسیار خود خبر آمد، فقط که حاکان تنها بالای او ظلم کده، او مرام یک چوب زد. بسیار درد کشیدم، اما یک بارم نگفتم که امام میخوایم استخانهاش بشکنانم. نه نگفتم. کار من فقط با اسلحه است، برای خود جنجال جور نمیکنم، میزنم و میکشم.
ماماتی بیادر آمد. چرا در اینجا جمع شدین؟ نور آقا در اینجا چی میکنی تو؟ یک سایره دیدم بیادر. سایه خود دیده باشی نور آقا. شما چیزا میخورین که برتان بیارم؟ چرا شما زحمت میکشین؟ ما خود ما رفته میاریم. راستش خسته شدم، رفته یک هوای تازه میگیرم. اگر ای زنگ زد بگوین که ده همین از ایکی هست. بریم کازم. از ای کازم ایش خوشم نمی آیا. حتما تو هم شنیدی که با یک حرکت چل قبر غره شکستانده. از او خاطر برای گم شو. باید پیش خانم بیادرت برم کازم. درست از بیادر. بله؟ یک ساعت است که در پشت دروازه ایستاده هستم. باز کن دیگه. خواب بودی؟ ساعت چند بجه است ماموتی؟ دقیقه 3 ساعت نشو بیا که بریم. در این وقت شب کجا بریم؟ با تو وعده داده بودم باید بریم. فرق نمی کنه که ساعت چند بجه است. عزیزه، یکان وقت دیگه میریم. در این وقت رستوران تو بسته است؟ باز است، باز است. امروز از صبح تا حالا هیچ چیز نخوردیم. از گشنگی کم است با مارم بریم. بانک دیسکاول خدا بگیرم. تشکر میکنم. سیر براتان بیارم؟ نه تشکر میکنم. باخو برزش خوب است. بوش خوشم نمیایه. باید خوش داشته باشی، چرا که من همراه غذایم سیر میخورم. ماماتی لطفاً همراهش سیر نخو. درست است، گپ درست نکن. میشه با ما یک سوپ مرجومک بری؟ بچه شما آقا ماماتی. درست از دیگه خوار نشو. نیستم ماموتی. میفهمی ای اولین بار است که خواستم به خاطر یک خانم تغییر دادیم. او هم به خاطر سیر؟ فرق نمیکنه که سیر باشه یا شلغم، نیت مهم است. زنده باشی. درست است که اما تو را به یک رستوران مقبول بردن نتونستم، اما حداقل سوپش مزه دار است. تنها چیزی که به من اهمیت داره بودن امروی توست. ببین جانم، اگه نان خوردن ما ساعت 8 یا 9 شبان باشه خوش میشم، به خاطری که امروی تو میباشم. کارم خلاص نشده، همی که نان خوردم پس میرم. نوش جانتان. پس چرا آمدی عزیزم؟ فردا یک دیگر می دیدم. چون وعده داده بودم. چرا خنده می کنی؟ تمام عمرم امرای انسانای وعده خلاف سپری شده. اگه حالا می خواهی برم قصه کنی باز خسته می شون. از این موضوع بگذر جانم، گمش کن.
هم بریم دیگه. بفرمایید. تشکر میکنم. شبتان بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شبتان بخیر. زنده باشید لالا جان. کازم کامران مطی جانه من تو داخل مطی من مطی لطفاً اون را غرز نگی گفتم داخل مطی وده کو بیادر ایلایف کو چی میکنی بایدم اتون داخل مطی تو کی هستی ها؟ بیادر من از دفتر روزنامه اومده ایم تو را کی روان کرده بگو بیادر یک نفر آمد و با ما گفت که مماتی بیادر امرای دوست دخترش ملاقات میکنه اگه میخوایی نکسایتان پاک میکنم نه بچه نه نه شرکو که بفهمم از کدام روزنامه بیبی بچه ما کدام آواز خوان نیستم بچه فلم نیستم طرف داره کدام حزب بسیار مشهوران نیستم اگه طرف ما چیزی را میگیرین باز اسلحه را بگیرین نه کم ریاکاسی را احمق فامیدی چی گفتون؟ فامیدم بیادر اما من از این طریق نان پیدا میکنم علاش کن گوش کن من مخالف کار کردن هیچ کسی نیستم اما با خاطر کسی که تو رو به اینجا روان کرده جان خدا فدا نکو بچه جان با خاطر که من دشمن اون هستم کازم و ای بچه های کمره نو بخیر نام چیز برهان بیادر نشانی تده یک ورق نوشته که فردا باید بله. کمره روان میکنم درست است بیادر و یا موافقت دوم با خاطر سیومیش اصرار نکنی وکیل هستم آقای وکیل امرایتان سلا داریم؟ نه بفرماین بریم
پاشه نمده سلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدی پولاد علمدار. خوش باشین، چطور هستین رئیس؟ خوب بودم، اما فعلا نیستم. چرا پلیس بندر محاصره کرده؟ پلیس چی رئیس؟ نمیفهمم، بعضی آدم ها آمدن و با نشان دادن کارت پلیس داخل شدن. پلیس ها چرا در محترم آزدا میاین؟ ما میره نفهمیدم. ماماتی با بچه ها خبر بده، اونا افراد اسکندر هستن، پلیس مولیس نیستن. درست است رئیس. کارتنها را پایین کنه. اینا چی هست؟ راکت هست ماماتی. اسکندر قدر راکت چی میکنه؟ با عبدالحی زنگ بزن که آکانا نکشه. باید از او بپرسیم که اسکندر با این راکت ها چی میکنه. تو در پیش آکانا نبودی؟ نبیده بیو شده بود، ما نخواستم که یوره دوالت بیوشی بکشم. لبوریت چه شده عبدالحی؟ امره یک نفر جنگ دار. پیشاکان کی هست؟ افراد خدا بود.
به این بیچاره ها تسلیم نکده بودم. شما میگین که اینا به خاطر من مردن؟ فقط نمیفهمیدن که هاکان چقدر خطرناک است. اینا خو میفهمیدن عبدالحی، اما هاکان کدام روبانه بود که اینا نگاه میکنن؟ وقتی تو امرای او بازی میکنی عاقبتش از بد بدتر میشه عبدالحی. بیادر چند دقیقه پیش گفتی که بسیار کار خوب کردی که او را نکشتی. حالا دیگه خوب بانه را یافتی. او گب با ای هیچ رابطه نداره. او هاکان لعنتی کاملا مثل یک پوشک افجان بوده. ما سر و سگ از تنش جدا میکنم. او وقت باز چند نفر کشته خواهد شد عبدالحی؟ رئیس کسی که نمیخواه بمره پس در پوست خانه کار کنه. عبدالحی در اینجا هیچ کس به ما کار نمیکنه. ما مالک کدام فابریکه نیستم و نه اینجا کدام فابریکه است. ما با گپه که عقیده داریم به خاطر امو گپ میجنگیم و در جنگ انسان تابن میمره، اما به خاطر که جنگ میکنیم بی پروا باشیم. خوب میفهمی که کار اشتباه است و کسایی که اینجا مرده انسان است. اینا هم خوش داشتن زنده بانن، از خود خانواده دارن. رئیس اگه اینا انسان است پس ما چی هستم؟ قبول کو بچیم که در قبالی فرار گناه تو است. خود نمایی کردی، غرور به جای از خود نشان دادی. تو فقط گناه خود قبول کو، دیگه شب وان برم. ما هیچ گناهی ندارم، تمام گناه از خود ایناست. عبدالعی ناخو گناهکار مردن، پس خانواده اینا چطور میشن؟ برام بگو که گناه اونا چی هست. اونا چطور دادام افتادن؟ برام بگو که اون موشکا چطور دادام افتادن نازم. نازم اگه یک بار دیگه گردن خود خم کردی باز او گردن تا در زیر پاهایت خواد انداختم. اگو موشکا در دست پولادلم دار رفتیده باشه و او موشکار پولاد علمدار از بندر داوود تاتاروغلو گرفته باشه، پس ای کارا کی جبران خواد کرد نازم؟ هر کسی را که شما بخواین آقا. هر دویشان باید بپردازن نازم، هر دویشان باید بپردازن. بعد داوود تاتاروغلو زنگ بزن که اینجا بیای نازم. اینا از خود خانواده ندارن. نه رئیس، فکرت باشه که از پیشت دفته. نور آقا، حالا بگی این موشکارا چرا اینجا آوردن؟ پس کجا می بردن رئیس؟ ده دفتر خونه میشه. معلوم است که شما چی میکنن مماتی؟ خب درست است رئیس، پس یک جای نشان بده که ما ببریم. این موشک است موشک، تفنگچه نیست. کی را خود زدی؟ رئیس دگاهشان پایید کنیم یا که در موتر باشه، یک کم سنگین استن.
با آلپر زنگ بزن کمیال اینجا بیه. عبدالحی. عبدالحی امرای ما میره. کجا رئیس؟ وقت رفته میفهمی. ارهان، هاکان کجاست؟ از عبدالحی تو پرسان میکنی یا که ما پرسان کنم نوراقا؟ چطور است که بهروز پرسان کنم؟ ناک ناک گپ نزن نوراقا. حالا از عبدالحی پرسان کردن خوبان حتی به زبان آوردن نام اوان بسیار خطرناک است. ماماتی، تو این کارا تنظیم کن. با آلپر بگو که اینا را در یک جای مناسب جابجا کنه. اونا نقشه یک عملیات بزرگ دارن. من درست است رئیس. من در این فکر استم که اگه آکان پیش اسکندر بره، او را زنده خاتمان یا نیست.